سلام دوستان، خب تو اینجا میخوایم نرم افزار مدیریت وقت ملاقات رو بهتون ارائه بدیم. این نرم افزار واسه افرادی که وقت ملاقات ارائه میدن به مشتریای خودشون تا یک زمان از پیش تعریف شده ای حضور پیدا بکنن و خدمات خودشون ارائه بدن مناسب هستش، مثل پزشکان، مثل مدیران سازمان ها، افرادی که ملاقات زیادی رو باید ست بکنن با افراد مختلف وارد جلسه بشن، مثل تعمیرگاه ها، حتی واسه اینکه به خودروهای مختلف وقت ملاقات بدن بیان بتونن خودروهاشون رو تعمیر بکنن، سالن های زیبایی واسه اینکه به افراد مختلف وقت میدن که بیان مثلا تو این زمان مثلا حالا موشون اصلاح بکنن و خانم ها حالا کار دیگه و خیلی جای دیگه که ما وقت ملاقات میدیم و از این وقت ملاقات مثلا حتی کلینیک های مثلا پزشکی چندین تا پزشک میتونن داشته باشن، یا حتی مثلا من مسئول دفتر یک مثلا 3-4 تا مدیر هستم که باید وقتای ملاقاتشون رو ست بکنم. این نرم افزار میتونه خیلی کمک کنه. اگه برای اولین بار هستش که این نرم افزار رو باز میکنید، ممکنه یه ریبون زرد رنگ اینجا ببینید که به خاطر در واقع که به خاطر VBA، برنامه‌نویسی VBA هستش که ما توی این اکسل داشتیم تا بتونیم این رو به یک نرم افزار کاربردی تبدیل کنیم. حتما این رو enable content بزنین. ممکنه دو تا ریبون ببینین، هر دو تا ریبون رو حتما enable content کنین تا بتونین از این نرم افزار استفاده بکنین. خب فرض کنین ما تو یک جای کار میکنیم که چندین تا پزشک وجود داره و افراد تماس میگیرن با کلینیک ما و میخوان وقت ملاقاتی رو ست بکنن تا بیان و با پزشک ملاقات داشته باشن. حالا این قضیه یک مثال هست. شما اگر سالن زیبایی دارین یا هر خدمت دهنده دیگه هستین، میتونین بر اساس اون این نرم افزار رو استفاده کنین. خب با فرض این ما از قبل یه سری دیتا داریم، این نرم افزار رو وقتی دانلود میکنیم به صورت پیش‌فرض هیچ داده‌ای توش وجود نداره و از صفر شروع میشه که من آخرش بهتون نشون میدم که به چه شکل هستش. ولی فرض کنیم ما یک سری دیتا داریم که از قبل الان اینجا قرار داده شده، بر اساس اینا میخوایم بهتون آموزش رو بدیم. این نرم افزار چند تا تب ایجاد شده که اولیش تب فرمی هستش که شما بیشتر استفاده رو ازش میکنیم و دیتا انتری توش انجام میشه. تبای دیگه تبهای گزارش‌دهی هستن که بهتون ارائه میدیم. توی این تب فرم ما سه قسمت داریم. قسمت اول اطلاعات مربوط به خدمت دهنده رو باید وارد بکنیم، تو قسمت دوم اطلاعات مربوط به مشتری و تو قسمت سوم اطلاعات مربوط به وقت ملاقات هستش. توی این قسمت ما خود وقت ملاقات به دو بخش تقسیم شده، قبل از ملاقات و بعد از ملاقات. ما توی قبل از ملاقات هزینه هایی که واسه اون در نظر میگیریم ممکنه بعد از ملاقات تغییر بکنه، افزایش یا کاهش پیدا بکنه که اینجا اون مقادیر رو میتونیم در نظر بگیریم. خب اول شما باید اطلاعات مربوط به خدمت دهندتون رو وارد کنید. در حال حاضر اگر اطلاعات داشته باشین اینجا راحت میتونین سلکت بکنین هر خدمت دهندهی که وجود داره رو و اطلاعات مربوط به اون رو مشاهده بکنین. اگر میخواین یه فرد جدیدی رو بزنین ایجاد بکنین، کافیه که توی این قسمت مشخصه دابل کلیک کنین و دلیت رو بزنین. اطلاعات کنونی پاک میشن و الان شما میتونین اطلاعات شخص جدید رو وارد بکنین. توی اولی مشخصه گذاشتین. مشخصه باید یک آیدی باشه، یک چیزی باشه که یکتا باشه و بر اساس اون خدمت دهنده رو بشناسیم. نباید تکراری باشه. اگه تکراری بزنین در واقع فقط نفر اولی که با اون آیدی زدین نمایش داده میشه. میتونه شماره ملی خدمت دهنده باشه، میتونه مثلا 2 یا 3 حرف اول اسم و 2 یا 3 حرف اول اسم خانوادگی رو به هم چسبونده باشین. واسه خدمت دهنده این کار بهتره، چون ما اگه بخوایم سری خدمت دهنده رو بر اساس اسم پیدا بکنیم بهتره که مثلا از اول اسم کوچیک و خانوادگیشون استفاده کنیم. فرض کنیم مثلا من برای خودم رو میخوام بزنم AR. الان میبینین که من AR رو زدم، اطلاعات مربوط به من رو اوورده، من از قبل این رو زده بودم. حالا یه شخص دیگه، مثلا من الان آرمین کشاورزی هستم، یه شخص دیگه هست اسمش آرمان کشاورزی برفرض، اون وقت میتونیم ما 3 حرف رو بزنیم یا یه ذره کاملتر یا مثلا انتهاش 2 قرار بدیم. حالا اگر مثلا آرمین کشاورزی 2 تا داشتیم میتونیم ARKE2 بذاریم. فرض کنیم حالا آرمان کشاورزی میخوام بزنم، ARA میزنم که تمایز ایجاد کرده باشم با
آرمین. الان میبینین که من باسه آرش کشاورزی هم از یه چنین ویژگی استفاده کردم، پس هنوز هیچ تمایزی ایجاد نشده. میتونم اینجا دیگه بنویسم مثلا از بجای دو تا حرف فامیلی از سه تا حرف فامیلی استفاده کنم، ARKS استفاده کنم، یا دو بذارم که مثلا وجود نداشته باشه. همونطور که میبینیم وقتی که یه چیزی وجود نداره خالی میکنه اینجا رو، اگر وجود داشته باشه پر میکنه و بهتون نشون میده. پس من الان این آیدی رو واسه آرمان کشاورزی مثلا در نظر گرفتم. دیگه اینجا باید اطلاعاتش رو وارد بکنین، اسم کوچیک. هر کدوم از این فیلدها رو که میبینین میتونین تغییر بدین. مثلا من میتونم نام و نام خانوادگی یه جا بذارم، اینو یه چیز دیگه استفاده کنم، یا این دیگه بستگی به خودتون داره، ولی بهتره که حالا از چیزی که ما از پیش فرض گذاشتیم، مگر اینکه مثلا مهارت الان شاید لازم نشه توی یه جایی، میتونین مهارت رو اصلا مد نظر نگیرین، یا باز جاش مثلا اینجا یه ویژگی دیگه رو در نظر بگیرین که لازم دارین. من اینجا مثلا هزینه در ساعت رو گذاشتم، شما میتونین به جاش کد ملی بذارین یا هر چیز دیگه. من فرض کردم مثلا شما میخواین بدونین که این شخص در هر ساعت چقدر باید پرداختی بهش داشته باشین. اگه خیلی جاها دوست نداشته باشن که اینو اعلام بکنن، میتونن خالی بذارن، یا مثلا شماره موبایل بذارن. اینجا شماره تماس گذاشتم، میتونن شماره تلفن بذارن و ایمیل که خیلی جاها استفاده میشه. پس هر کدوم که لازم نداشتین میتونین تغییر بدین. توضیحاتم واسه این هستش که یک شرحی رو بخواید در مورد این شخص بدین، مخصوصا زمانی که میخواید ملاقات رو ست بکنید، شاید لازم باشه. مثلا در مورد آرمان کشاورزی میتونیم بگیم که ملاقات میتونیم بگیم تنها صبح ها حضور دارن. خب که این همیشه یادمون باشه، هر توضیحی که مد نظر خودتون هستش. حالا فرض کنین اینجا این اطلاعاتو گذاشتین، حالا برنامه زمانی این شخص رو هم میتونیم بزنیم، چون خیلی وقتا واسه وقت ملاقات ها برنامه های زمانی ارائه دهنده خدمت فرق داره. میتونین اینجا سلکت کنین چه روزهایی رو اون شخص وجود داره و چه ساعتی تا چه ساعتی کار میکنه. من فرض میکنم مثلا از شنبه تا پنجشنبه هست، جمعه ها تعطیله برفرض، فقط هم صبح از ساعت 8 تا ساعت مثلا 11 این شخص ارائه خدمت میده، که راحت میتونین کپی پیست هم بکنین. خب بعد که این اطلاعات رو وارد کردیم واسه خدمت دهنده، حتما افزودن و به روز رسانی رو بزنین که به لیست خدمت دهنده هاتون اضافه بشه. اگه نزنین شاید بتونین مثلا وقت ملاقات رو ست کنین، ولی دیگه نمیتونین طرف رو دوباره انتخاب بکنین، بعد دوباره از اول اطلاعاتش رو وارد کنین. بعد از اینکه افزودن به روز رسانی رو زنین، یه مسیج میاد واسه اطلاع شماست که این کار انجام شده. خب همینطور وقتی که یه شخص رو اضافه یا کم میکنین، تو این لیست تاثیر میذاره، شما میتونین این رو انتخاب بکنین یا یه شخص دیگه رو انتخاب بکنید، تو این لیست دیگه وجود داره. و همونطور که گفتیم فقط کافیه دو حرف اولش رو بزنین یا حروف اولش رو بزنین تا اون شخص رو پیدا بکنین. مثلا RA اگر بزنین، این RA کشاورزی اولش میاد همونطور که دیدیم. به همین خاطر به راحتی میتونید تعداد افراد بسیار زیادی رو مدیریت بکنین از این طریق. خب وقتی که این اطلاعات رو واسه خدمت دهنده زدین، بعد اطلاعات مربوط به مشتریاتون رو هم بزنید. میتونید همون لحظه که یه شخصی تماس گرفته مثلا این مشخصه رو بر اساس کد ملی اون افراد بریم بپرسیم که کد ملیتون چیه، مثلا 2071111 کد ملی ما هستش. اگر این رو بزنین، اگر خالی بود نشون میده که یه چنین شخصی از قبل تا حالا از شما خدمتی نگرفته و باید شخص جدید بزنین. فرض میکنیم مثلا این شخص جدید رو من بخوام بزنم، مثلا بهرام هیدری میزنم، شماره شناسنامه، شماره تماس. گفتم هر کدوم از اینایی که دوست داشتیم میتونین تغییر بدین و لزومی نداره حتما از اینا استفاده بکنین. من بیمه تامین اجتماعی رو مثلا بیشتر واسه دکترها قرار دادم، ولی سالن‌های زیبایی شاید از سازمان بیمه استفاده نکنه، یا تعمیرگاه شاید استفاده بکنه. بخاطر همین و اگر لازمتون نشد یا خالی بذارین یا تغییر بدین، مثلا یه چیز دیگه بذارین. و شماره بیمه هم اگر دوست داشتیم بزن. و یه توضیحات در خصوص این شخص بدیم، مثلا آقای هیدری هر ماه باید معاینه شود.
این اطلاع اینجایی که خاکستری شماره پرونده مربوط به اون پرونده شخص هست، ممکنه با شماره ملیش فرق کنه یا حالا چیزی هستش که شما پرونده تشکیل دادین، میتونین هم داشته باشین هم. ولی این آیتم هایی که توسی هستش میبینین که فرمول هم واسش نوشته شده، اینا رو دست نباید بزنین. من پسورد قرار ندادم که هر شخص اگر خواستن ادیتی بکنن راحت باشن، کسایی که با اکسل کار میکنن، ولی اینا که توسی هست نباید تغییر بکنه، که چون اطلاعات رو به صورت خودکار میخواد بهتون نشون بده. خب وقتی که یه شخص جدید رو زدین، حتما افزودن و بروزرسانی رو بزنین که این فرد رو به ما اضافه بکنه به لیست. توجه داشته باشید این بروزرسانی به خاطر این هستش که وقتی مثلا شما یه شخص دیگه رو سلکت میکنین و اطلاعاتش رو میخواین تغییر بدین، مثلا من توضیحات این یکی رو تغییر میدم تحت مراقبت باشم، اطلاعات رو تغییر میدم و افزودن و بروزرسانی دوباره میزنم، این شخص دیگه افزوده نمیشه ولی اطلاعاتش بروزرسانی میشه. توی جدول مربوط به سرورها واسه دکترها این بروزرسانی انجام میشه، واسه کلاینتس تیبل پایگاه داده مربوط به مشتریان شما هستش که واسه اون شخص اینجا بروزرسانی میشه. و دفعه بعد که سلکت بکنین توی فرم، مثلا من یه شخص دیگه رو سلکت بکنم، این اطلاعات بروز رو نشون میده و اینجا هم واسه این شخص دوباره بیارم، اطلاعات بروز رو همونطور که مشاهده میکنین نشون میده. خب حذف که ساده است، اگر بزنین این شخص حذف میشه کلن، یا اگر اینجا حذف رو بزنین اون مشتری کلن حذف میشه. واسه موارد خاص گذاشتیم که میخواین یه چیزی رو پاک بکنین اشتباه زدین. حالا وقتی که این اطلاعات رو وارد کردین، میتونین وقت ملاقات به افراد ارائه بدین. فرض کنین مثلا یه شخصی با شما تماس گرفته، گفته کد ملی من این هستش، شما کد ملیشو میزنین، میگه با این فلان شخص با فلان دکتر میخوام وقت ویزیت بگیرم، وقت ملاقات بگیرم. اول از همه وقتی که شما این شخص رو سلکت میکنین، اطلاعات مربوط به اون میاد، تاریخ آخرین بازدید اون، در واقع اینجا تاریخ آخرین بازدید اون که هنوز آخرین بازدید رو داشته اینجا میادش اگر وجود داشته باشه، و آخرین یکی مونده به قبلش رو اینجا نشون میده. این واسه این هستش که همون لحظه هیستوری طرف و تاریخچه طرف رو به صورت سریع ببینیم، ببینیم دکتر قبلیش کی بوده. مثلا میاد میگه من یادم نمیاد با چه دکتری، ولی میخوام با فلان میخوام دوباره وقت بگیرم، که اینجا میتونین انتخاب بکنین، یعنی پیدا بکنه اون دکتر رو. مثلا این الان آراکی هستش، آرش کشاورزی هستش دکتری که انتخاب شده، در صورتی که با ARKE اینشون خدمت قبلیش رو دیده. این شخص زنگ زده، پس این رو انتخاب میکنیم، میتونیم ببینیم که وقت ملاقات قبلیش کی بوده، اینجا این اطلاعات رو به من نشون میده، و وضعیت رو واسه ملاقات اینجا میتونیم ببینیم. خب میگیم تو چه تاریخی میخوای ملاقات داشته باشی، ویزیت داشته باشی؟ میگه مثلا من 24 این ماه میخوام وقت ملاقات داشته باشم. روزش رو هم انتخاب بکنیم، میشه جمعه، که من جمعه رو انتخاب میکنم. جمعه این دکتر آرش کشاورزی وجود داره، ولی دکتر قبلیش اگر بخواد بسرم با دکتر قبلیش داشته باشه من انتخاب بکنم، میبینیم که جمعه ها نیستش. به خاطر این وقتی که اون شخص زنگ میزنه میگه آقا من تو این تاریخ میخوام وقت ملاقات داشته باشم، میگم نه دکتر قبلی تو نیست، باید با یه دکتر دیگه بگی. خب میگه چه دکتری وجود داره که من بتونم بیام جمعه؟ میگم مثلا این دکتر الان هست، آقای آرش کشاورزی، میتونیم با این دکتر ملاقات داشته باشه. حالا دکترها فرق دارن، حتما باید با یه دکتر خاص باشه، خب باید با اون بگیرین دیگه، وقت ملاقات آخرین وقت ملاقاتش رو نگاه بکنیم. خب و اینجا میتونین ساعتش رو هم بزنین و ست بکنین، مثلا ساعت 11 صبح میخواد این ملاقات رو داشته باشه. هزینه تخمینیش رو بهش میتونین اعلام بکنین، بگین انقدر باید هزینه بدین. بعضی جاها پیش پرداخت میگیرن که پیش پرداخت رو هم میتونین بزنین و میگین که اوکی اینو وقتی که زدین افزودن و بروزرسانی رو اینجا باید سلکت بکنین. وقتی که این افزودن و بروزرسانی بزنین، این روز رزرو میشه واسه این شخص، همونطور که میبینین واسه این شخص رزرو شده و میتونه جمعه ملاقات خودش رو داشته باشه. و حالا اگر مثلا یه شخص دیگه بیاد به شما زنگ بزنه و همین جمعه ساعت 11 رو بخواد،
الان میبینیم که این شخص در حال حاضر توی آخرین بازدیدش 23 مثلا 98 بوده ساعت 3 دوشنبه با دکتر AIGO. الان دکتر چون آرش که آرش کشاورزی هستش اینجا این قرمز رو نشون میده، اگر این رو انتخاب بکنید با این شخص رزرو کرده و ثبت شده. حالا این شخص بیاد بگه خب من میخوام یه روز دیگه جمعه رو سلکت بکنم که 24 روم هستش ساعت 11، این ساعت رو اگر انتخاب بکنیم با چه دکتری؟ با دکتر همون آرش کشاورزی فرض میکنه. این دکتر تو این روز به این شماره ملی تخصیص داده شده، یعنی این فرد این دکتر رو تو اون روز و ساعت رزرو کرده، همین الان با هم زده و نمیتونیم ما الان این روز رو بهش تخصیص بدیم. اگر افزودن و به روز رسانی رو بزنیم اینجا میبینین که ارور میده، میگه نمیشه رزرو بشه به خاطر اینکه توسط این فرد رزرو شده. پس این رزروار رو اینجا میتونیم کنترل کنیم که چه ساعت و زمانی رو به چه شخصی دادیم. حالا فرض میکنیم این شخص 20701 با این شماره ملی جمعه شده و اومده، وقتی که انتخاب میکنیمش میبینیم آخرین تاریخی که الان رزرو کرده رو واسه ما میاره و آخرین مثلا بازدیدش هم اینجا اطلاعاتش رو برده، اومده بازدیدش رو انجام داده، دکتر گفته که معاینات انجام شده و هفته دیگر بیاید برفرد. خب هزینه کلش اگر تغییر کرده که اینجا افزوده شدنش رو میزنه، هزینه ای که باید وجود داشته، اگه نه همون رو میزنیم، مالیاتی که بهش در نظر گرفته و بیمه ای که کسر میشه. خب یه چیزی رو توجه کنید، هزینه نهایی، پیش پرداخت و پرداخت نهایی، اینا فرمول نوشته شده واسه شون. هزینه نهایی بر اساس جمع در واقع هزینه کل و مالیات هستش. شما اگر مالیاتتون به صورت درصدی مثلا 10% میخواین در نظر بگیرید، میتونید فرمول خودتون بازنویسی کنید. فرمولای ساده‌ای هستش که به راحتی میتونید توی اکسل بنویسید. اینم که همون پیش پرداختیه که داده بود مساوی فرق قرار دادیم با این. و پرداخت نهایی توسط مشتری در واقع هزینه نهایی هستش که جمع هزینه کل و مالیات بوده، بیمه ازش کسر شده و مقداری که از قبل پرداخت کرده. پس اینا رو جمع نهایی این دوتا کسری بیمه و پیش پرداخت رو کم کردیم و اینجا قرار دادیم که اینم میتونید به راحتی بازنویسی کنین بر اساس نوع پرداختی که دارین و شیوه پرداختی که دارین، این رو بازنویسی کنین. وقتی که این کار رو انجام دادین میتونین افزودن و به روز رسانی رو بزنین و این اطلاعات برای این فرد به روز میشه. مثلا من اگر بیام یه شخص دیگه الان انتخاب بکنم، اطلاعات این شخص میاد و دوباره بیام روی این شخص، میبینم که اطلاعات مربوط به رزرو این شخص به من ارائه شده. اگر یه موقعی مثلا همین شخص رو اومدین روی این بوده و اطلاعاتش رو زدین، مثلا دیروز پنجشنبه بوده، یه شخصی واسه شنبه آخرین لحظه اومده رزرو رو انجام داده و شما بستین و اومدین و این شخص الان اومده و میخواین اطلاعات رو اینجا ببینین، هم میتونین این رو تغییر بدین دوباره اطلاعات رو ببینین، هم میتونین رفرش بزنین که اطلاعات دوباره میاد اینجا میشینه. خب اینم راحتی میتونین انجام بدین. فرض کنین یه نکته دیگه، کنسل کرده اون شخص، میتونین کنسلی داشته باشین و این فرد رو کنسلیشو بزنین، مثلا یه شخص دیگه من انتخاب بکنم، مثلا این شخص بازدیدی که قرار داشته واسه دوشنبه انجام بده کنسل شده، من کنسلی رو بزنم، میگه آیا مطمئن هستی؟ بله. و وقت این شخصی که این وقت رو گرفته فری میشه و میتونیم دوباره به افراد دیگه تخصیص بدیم. پس کنسلی ها رو به راحتی میتونیم بزنیم. حذفم یعنی که کلن این رو پاک بکنیم، کلن این مورد رو بخوایم پاک بکنیم میتونیم حذف بکنیم، ولی اگر کنسل کنیم دیگه حذف رو نزنیم چون این کنسلی پاک نمیشه دیگه. خب مگر اینکه برین اونجا توی پایگاه داده دستی کنسل رو پارک بکنین، چون همه اینا وقتی که کنسل میکنین به وقت ملاقات ها آیدی ها کنسل میشه و اولین کنسلی رو پارک میکنه وقتی که بخواین حذف کنین. پس قبل اینکه مثلا بخواین یه چیزی رو کنسل کنین مطمئن باشین میخواین کنسل کنین یا حذفش کنین، که اصولا کنسل کنین بهتره. یه نکته دیگه این فرم رو اگه بخواید راحت تر ببینین و این مثلا تایتل ها رو نبینین، اینجا همینطور میتونین تایتل ها رو تغییر هم بدین، مشکل نداره. میتونین این گزینه رو بزنین نورمال رو و اون وقت اطلاعات به صورت یه شیت اکسل فقط بهتون نشون داده میشه. میتونین یکم
کوچیکترش بکنین که کلا فرم رو یه جا تو یک تصویر راحت ببینین، بدون اینکه بخواین هی بالا پایین بشین، همه رو یه جا داشته باشین. از این طریق میتونین به راحتی تو یک قسمت دسترسی داشته باشین بدون اینکه هی بخواین اکسل رو بالا پایین کنین. دو تا دکمه دیگه وجود داره، یکی بکاپ هستش که این بکاپ میاد از این جدول‌های اطلاعاتیتون یه اکسل جدا میسازه، بکاپ میگیره اطلاعاتو میذاره یه جای دیگه، واسه وقتی هستش که اکسلتون پر شده و میخواین اطلاعات رو یه جا ذخیره کنین که یه موقع اکسل گم شد یا خراب شد اطلاعات رو داشته باشین. ولی خب راحت ترین کارش اینه که اکسل رو ببرین کلا یه دونه سیو از بگیرین ازش، یه کپی پیست کنین کل اکسل. استارت اوور هم واسه زمانی هستش که حالا آخر بهتون نشون میدم میخواین اکسل رو واسه بار اول استفاده کنین یا یه دور میخواین کلا پاک کنین از اول بزنین اطلاعات رو، این کارو میتونین بکنین. خب بریم تب بعدی دی ویو هستش. این تب واسه این هستش که مثلا امروز 22مه، من اگر 22/3 رو انتخاب بکنم تمام ملاقات ها و قرارهایی که تو این روز دارم رو میاد به من نشون میده و اینجا لیست میکنه و من به راحتی میتونم ببینم که ساعت 11 چه قراری دارم، ساعت 12 چه قراری دارم و چه اشخاصی، نام خدمت دهنده من چی هستش، چه دکترایی با چه مشتریانی قرار دارم و میتونم روی دکترهای مختلف فیلتر کنم و ببینم تو هر روز کدوم یکی از اینها پر هستن و میتونن ارائه وقت داشته باشن یا نه همه رو مثلا دو نفر رو ببینم. با گرفتن کنترل کیبورد و زدن یکی دیگه میتونم دو نفر رو ببینم و اگر بخوام همه رو دوباره ببینم کافیه این فیلتر رو کلیر کنم که دوباره کل جدول همه رو به من نشون میده. پس من میتونم اینجا ملاقات‌های روز رو نگاه بکنم. یه ویو دیگه وجود داره به نام کلندر که من میتونم به صورت هفتگی ببینم. اینم اگه میخواین تو یک پیج ببینین حتما میتونین بیاین اینجا یا میتونین تو همین ویو دوباره یه ذره کوچیکش بکنین که کل هفته رو یه جا بتونین ببینین. حالا من میخوام این هفت روز مثلا هفته بعدی رو ببینم از 26م تا اول ماه بعد که حالا ملاقاتی ثبت نشده، واسه یه هفته قبلش رو بخوام ببینم. هر تاریخی که بزنین واسه هفت روز رو به شما نمایش میده. یکم عقب‌تر بیام. خب اینجا به شما میگه که تو این روز کلن سه تا تو هر تو این ساعت یکی تو این ساعت دو تا، اینجا بهتون نشون میده تو ساعت‌های مختلف در روز چند تا وقت ملاقات ست کردیم و تو هر ساعت چند تا، که اینجا میتونه کمکتون کنه که ببینید در روز چقدر وقت ملاقات ست شده. اینجا نها کنین یه دکمه وجود داره، شما میتونین اگر این دکمه زده باشه همه واسه همه خدمت دهنده ها رو نشون میده، اگر این دکمه زده نشده باشه فقط واسه این خدمت دهنده رو نشون میده. مثلا من فقط بخوام واسه آرمین کشاورزی رو ببینم، میتونم اینجا آیدیش رو سلکت کنم و فقط وقت ملاقات های مربوط به این خدمت دهنده رو ببینم، یا اینکه بخوام ببینم کلن همه این خدمت دهنده های من چه تایمایی رو وقت دادیم، که اینجا میتونیم ببینیم. پس گزینه خوبیه که بتونین هفته رو برنامه ریزی بکنین واسه یک خدمت دهنده یا همه افراد. بعدی کلاینت هیستوری هستش. کلاینت هیستوری یا تاریخچه مثلا این فردی مشتری های شما هستش. مثلا میخواییم ببینین آقا مثلا یه جور پرونده این مشتری میمونه. مخصوصا این توضیحاتی که تو هر بازدید و ملاقات میزنین اینجا خیلی مهم میشه واسه تو، اهمیت داره. اگه همین شخص رو بخواییم ببینین کافیه رفرش بکنین، اطلاعات رفرش میشه. اگه نه مثلا من 2711 رو بخوام ببینم میتونم راحت سلکتش کنم و اطلاعات مربوط به اون رو ببینم که در حال حاضر ملاقاتی نداشته ولی اطلاعات کلیش رو میتونم ببینم. یا مثلا یه کسی که حالا اومده بازدید داشته با ما، مثلا 2701 رو بخوام ببینم میتونم ببینم که این شخص سه بار بازدید داشته و هر بار مثلا کارهایی که بر روی اون شخص انجام شده چی بوده و چه اطلاعاتی رو میتونم بگیرم و اطلاعات کلی اون شخص رو هم دوباره اینجا میتونم مشاهده بکنم. خب اینم واسه تاریخچه افراد خوبه. یه قسمت دیگه داشبورد داریم که این اطلاعات بیشتر مالی هستش. شما میتونید بر اساس تاریخ و روز سلکت بکنید و همچنین خدمت دهنده. اگر بخواید همه رو ببینید که میتونه فیلترش آزاد باشه. اگر میخواید یه شخص رو ببینید میتونید فیلتر بکنید. اولین که میتونید آپدیت بکنید. هر وقت یه اطلاعاتی ثبت میشه این جداول و نمودار خودکار آپدیت نمیشه. حتما باید بیاین اینجا آپدیت رو بزنید. وقتی آپدیت رو بزنید نمودارتون و جداولتون آپدیت میشه و میتونید سیو از پی دی اف بگیرید مثلا گزارش بدین، یا میتونید مثلا اینجا تاریخ ها رو کوچیک بکنید. مثلا من فقط سال 1398 رو بخوام ببینم، اگر سالهای دیگه داشته باشم میتونم سلکت کنم فقط هم دو ماه رو بخوام ببینم، ماه 3
کنترل کیبورد رو بگیریم و ماه 4 رو هم بزنیم و 3 و 4 با هم نمایش داده میشه و تو اینا روزهای مختلف رو هم میتونین مشاهده کنیم. مثلا ماه 3 فقط این روزهاشو، ماه 3 و 4 این روزهاشو، فقط ماه 3 و 4 رو ببینم، 2 ماه رو ببینم، 6 ماه رو ببینم و فقط واسه یک خدمت دهنده. مثلا بر اساس اینم میتونم فیلتر کنم، این که درآمد نداشته مثلا آرمی کشاورزی رو فیلتر کنم، این درآمد داشته، میتونم اینطوری فیلتر کنم و گزارش بدم مثلا به اون خدمت دهنده یا واسه مدیر یا واسه خودم نگه دارم. میتونم سیو از پی دی اف کنم، این پی دی افش رو باید بگه کجا سیو بکنه، میره حالا اون فولدر رو انتخاب میکنین و اسم میدیم واسه شو، پی دی افش هم سیو میشه، یک در واقع گزارش جامع و خوب میشه. خب اگر خواستین همه رو ببینین کافی از فیلتر اینا رو خارج بکنیم با زدن این دکمه ها. خب این در واقع یک نرم افزار خیلی ساده است که با یک دونه شیت و 4 تا در واقع گزارش دهی میتونین راحت کنترل کنین. 3 تا هم جدول داده داره که تمام داده‌های خامتون رو اینجا نگهداری میکنه، هر وقت لازم داشتین میتونین به این داده‌های خام هم مراجعه کنین و اینکه این اکسل هر تغییراتی که خواستین میتونین بدین، فقط این فرم رو کم و زیاد یا اضافه و کم نکنین، فقط میتونین نوشته ها رو تغییر بدین، این جایی که توصیه هستم تغییر ندین این قسمت رو. اینا هم که فرمولایی هستن که میتونین اگر خواستین بر اساس نحوه پرداختتون تغییر بدین. حالا اگر این اکسل رو بخواید واسه بار اول استفاده کنین توی شرکت خودتون، میتونین استارت اوور رو بزنین. وقتی که استارت اوور رو بزنین ازتون میپرسه آیا مطمئن هستین، میگین بله، یس میکنین و میاد تمام این اطلاعات مربوط به جداول رو پاک میکنه. میبینین یعنی جداول پاک شده، واسه این یه دونه پیش فرض کنسل گذاشته که گزارش ها رو بتونین درست بگیرین، که اینم با اولی کنسلی که داشته باشین خودکار حذف میشه، فقط با این کاری نداشته باشین خودکار خودش حذف میشه. خب وقتی یه استارت اوور رو بزنین شاید این اطلاعات هنوز پاک نشده باشه، میتونین بیاین یه دونه خالی رو انتخاب بکنین، اطلاعات پاک میشه و میتونین نفر جدیدتون رو اطلاعاتش رو وارد بکنین. اینجا میتونین راحت اطلاعات رو بزنین و همینطور واسه مشتریاتون میتونین مشتریا رو مثلا اگه یه جا ندارین میتونین افراد که زنگ میزنن همون موقع اطلاعاتش رو بپرسین و ثبت بکنین، تشکیل پرونده در واقع دارین واسهش میدین و بعد اینجا میتونین این افراد رو انتخاب بکنین. مثلا یکی دیگه هم بزنم، نفر بی افسوده. اینجا میبینین که افراد همینطور دونه دونه دارن اضافه میشن و شما میتونین داشته باشین. خب ممنونم از توجهی که داشتین، امیدوارم نرم افزار کمکتون بکنه توی کسب و کاری که دارین. خدا نگهدار. برای دیدن جدیدترین محصولات و ویدیوهای ما به وبسایت diaco.com، کانال یوتیوب diaco ltd و کانال تلگرام diaco ltd مراجعه بکنید.